سلام آقا، ظاهرن این ضربالعجل اتمی بعد جوری علی گدا رو به قلقل انداخته. هوا به قدری پس شده که حوزما به جای خفقون گرفتن و زیرابی رفتن مجبور شده هر بار به بهونه‌ای خودشو بندازه وسط معرکه و یه وزوزی بکنه. گدای روزخونی که یه شبه ولی فقی شد، حالا از زور تحریما یه شبه کارشناس اقتصادی هم شده. دو اشکال بزرگ در اقتصاد ما وجود داشته است. یکی این که اقتصاد ما نفتی بود، یکی این که اقتصاد ما دولتی بود. نفت خام رو میکشیم بیرون از تو چاها، این ذخیره رو پولشو صرف کنیم در مصارف جاری کشور. از این بدتر واقعا چیزی نمیشه. این جزو میراث‌های شوم رژیم طاغوت و رژیم گذشته است. در اینجا خب یه راه پول در آوردن آسانی هم هست. بعضی از مسئولین در طول زمانهای مختلف هم ترجیح دادن که از این پول آسان استفاده کنن. ما نفهمیدیم این ولی فقیه یا خودش اپوزیسیون اقتصادی نظامه. طوری حرف میزنه انگار تو این 36 سال عمه جان موشکاف نفت ایران رو بالا کشیده، از پول همین نفت بزرگترین امپراتوری اقتصادی رو راه انداخته، بعد تازه داره اخ و پیف پیف میکنه. رو که نیست، سنگ پاست. البته این فیگورش زیاد دووم نمیاره، دو جمله بعد تقش در میاد و میره تو خط اعتراف به ورشکستگی. سیاست های اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کردیم به دستگاه های مختلف. امروز یک سال گذشته. اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است. تحریم باشد هم لازمه، تحریم نباشد هم لازمه. اون روزی که تحریمی هم تو این کشور وجود نداشته باشد، اقتصاد مقاومتی ضروری است برای این کشور، لازم است. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم، ترتیب بدیم که تکانه های جهانی در او اثر نگذاره. از تهدید دشمن دیگه نمی ترسیم، از تحریم دیگه تنمون نمی درزه، از پایین افتادن قیمت نفت عزا نمی گیریم. این اقتصاد مقاومتی است. منظورش اینه که الان داریم از تهدید می ترسیم، از تحریم تنمون می لرزه، از پایین افتادن قیمت نفت عزا گرفتیم. داره با زبون بی زبونی میگه آقا از قنپوز اقتصاد مقاومتی دوغم نصیبمون نشد. حالا راه حلش چیه؟ هیچی، طبق معمول غارت ملت. مسئله مالیات خیلی مهم است. البته من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارن طراحی میکنن، کارهای خوبی دارن انجام میدن. این کارها باید سریع انجام بگیرد، باید تحقق پیدا کند، از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنن. موقع بخور بخور که میرسه، پولای نفت رو میریزی تو حلق سپاه قدس و مواجب بگیرات تو عراق و سوریه. هم نوبت مالیات که میرسه، مردم ایران باید کمک کنن. ها، معنی اقتصاد مقاومتی رو هم فهمیدی. تا اینجا هرچی گفت اعتراف و پرت و پلا بود، فقط جای دوتا هارت و پورت کشکی خالی مونده. یالا دیگه، بنده عقیدم این است که اگر حتی مسئله هسته‌ای هم همون جور که اونا دیکته میکنن و همون جور ما پیش بریم و قبول کنیم دیکته اونها رو، باز هم حرکت مخرب اونها، تحریمای اونها برداشته نخواهد شد. اینه بگیم اگر بنای بر تحریم باشه، در آینده این ملت ایران است که اونها رو تحریم خواهد کرد. بیشترین سهم گاز دنیا در اختیار ماست، ما تحریم میکنیم اونها رو در وقتی که مناسب باشه و جمهوری اسلامی میتوانه این کار رو بکنه. تو شکاف نظام تو هم بیا، تحریم بقیه پیش کشه. مگه همین 7-8 روز پیش نبود که میگفتی توافق باید یه مرحله ای تموم شه؟ حالا بیا ببین افخم الملود چه کلنگی کوبیده وسط کلامت. بحث تفاهم و توافق این هست که خب مذاکره کننده ها برای اینکه بتونن روی جزئیات بحث بکنن،
ابتدا نیازمند این هستن که یک تفاهم سیاسی رو داشته باشن. این تفاهم سیاسی برای برخی داشت به منزله توافق سیاسی شکل می‌گرفت. ما تأکید کردیم که اینها همه تفاهم هست، ما یک توافق رو در مذاکرات خواهیم داشت. علت این گیج زدن های عزما و جک جونو براشو از بنده نپرسید. گیر کردن تو بنبست همین ملق زدن ها رو هم داره. ضرب الاجل نزدیکه و عزما هنوز تو شیشو بشه زهر خوردن و نخوردنه. واسه همین هم هست که اینجوری به در و دیوار میکوبه. Because